سرگذشت زنی که میخواست برای بچه های خواهرش مادری کند و زنی 11 یا شوهر خواهرش شد. شاید این داستان برایتان تکاندهنده باشد که چطور امکان دارد که خانومی برای فرزندان خواهرش مادری کند، یعنی اینکه این زن باید زن دوم شوهر خواهرش شده باشد. پس برای شنیدن این داستان واقعی تا پایان ما را همراهی کنید و برای حمایت از ما کانال بوداپرست را سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار دهید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. زنی 37 ساله‌ای که دادخواست شکایت از پسر خودش و فرزندان همسر سابقش را در دست داشت، درباره سرگذشت خود به قاضی دادگاه توضیحات ارائه داد. اگرچه من در دوران آغاز نوجوانی قربانی یک سری اعتقادات و افکار پوچ شدم تا جایی که زندگی و آینده‌ام به نابودی کشیده شد، اما نمیگذارم با سرنوشت دخترم بازی کنن و او را از ازدواج باز دارن. تصمیم گرفتم در برابر نقشه های همسر سابقم بیستم و نگذارم با ترفندهایش خواستگاران دخترم را فراری بدهد. این خانم مدعی بود که پسر خودش و فرزندان همسر سابقش با ایجاد مزاحمت، آبروریزی و توهین و فحاشی های رکیک خواستگاران دخترش را فراری میدهد. خانم میگوید 11 سال بیشتر نداشتم که روزی آوار غم بر سرم فرو ریخت و خواهر بزرگم را در یک سانحه تصادف از دست دادم. خواهرم 27 سال بیشتر نداشت و سه فرزندش یتیم مانده بودند. به همین دلیل من در همان سن کودکی همواره سعی می‌کردم آنها را خوشحال کنم. نمی‌توانستم گریه های فرزندان خواهرم را تحمل کنم. مدام عروسکم را بر می داشتم تا با آنها بازی کنم و در همان افکار کودکانه با خواهرم بگویم که هوای فرزندانش را دارم. خلاصه 3 سال از این ماجرای تلخ گذشت تا اینکه روزی وقتی از مدرسه به خانه آمدم، مادرم پیراهنی را که به تازگی برایم دوخته بود به دستم داد و از من خواست برای مهمانی شب آماده شوم. نمیدانستم آن مهمانی در واقع مراسم خواستگاری از من است. هیچ کس چیزی نمیگفت. فقط مادرم تأکید میکرد که باید فرزندان خواهرم را به درستی بزرگ کنم. او میگفت نباید 3 فرزند خواهرم زیر دست نامادری رشد کنند، چرا که غیرت پدرم این موضوع را قبول نمیکرد. مادرم ادامه داد فرزندان خواهرم به من وابسته هستند و مرا دوست دارند. بنابراین من باید با شوهر خواهرم ازدواج کنم تا فرد غریبه همسر او نشود. آن زمان که از حرفهای مادرم چیزی نمی فهمیدم، فقط درک می کردم که فرزندان خواهرم را دوست دارم. آن شب عروسکم را داخل کمد انداختم و به حرف مادرم پای سفره عقد نشستم. هیچ چیزی از ازدواج نمی دانستم و همواره با این می اندیشیدم که باید مواظب فرزندان خواهرم باشم تا کسی آنها را اذیت نکنند. خلاصه خیلی زود زندگی مشترک من و قدیر آغاز شد. در حالی که تفاوت سنی فاحشی با یکدیگر داشتیم، من تازه وارد سن نوجوانی شده بودم و هنوز حال و هوای بازی های کودکانه در سرم بود، ولی همسرم انتظار همسرداری و خانه‌داری از من داشت. به همین دلیل مادرم همواره کمکم میکرد تا شیوه خانه‌داری را بیاموزم و حداقل غذای مناسبی را برای شوهرم آماده کنم، با آنکه من همه تلاشم را به کار میگرفتم تا فرزندان خواهرم در آسایش و آرامش زندگی کنند. اما متاسفانه همسرم مرد بیکار بود و به سختی هزینه ها و مخارج زندگی را تأمین میکرد. با آنکه دختری نوجوان بودم و در میان مشکلات زیادی زندگی دست و پا می زدم، باز هم برای خود نداشتم. ولی او بسیار بددهان بود و مدام با توهین و فحاشی مرا کتک می زد و برای هر موضوعی کم اهمیتی سر و صدا برا می انداخت و من هم از ترس فقط به گوشه ی اتاق پناه می بردم و گریه می کردم.
بعد از به دنیا آمدن دخترم وضعیت زندگی ما آشفته تر شد، چرا که فرزندان خواهرم حسادت می کردن و من باید بیشتر مراقب دخترم می بودم. با این حال نمی گذاشتم همسرم در جریان این موضوع قرار بگیرد و بر عصبانیتش افسوده شود. اما با به دنیا آمدن فرزند دیگرم اوضاع بدتر شد، تا جایی که دیگر فرزندان خواهرم رودروی من می ایستادن و به من توهین می کردن. البته خوب می دانم که آنها تقصیر نداشتن و اطرافیان افکار آنها را منحرف می کردن تا به خواسته خودشان برسند. این بی سر و سامانی در زندگی من با این بهانه ای که به فرزندان خود بیشتر اهمیت می دهم هر روز شدت می گرفت. تا جایی که به ناچار 7 سال قبل همه حق و حقوقم را به همسرم بخشیدم و با این شرط طلاق گرفتم که هزانت دخترم را به من واگذار کند و سرپرستی پسرم با او باشد. خلاصه با کارگری در خانه های مردم و با رنج و سختی های زیاد مخارج زندگی و تحصیل دخترم را تأمین کردم تا به سن جوانی رسید. ولی اکنون که قصد دارم او را عروس کنم و خوشبختیش را به تماشا بنشینم، فرزندان همسر سابقم به همراه فرزند خودم و با تحریک پدرشان به در منزلم می آیند و با توهین و فحاشی آبرو ریزی برا می اندازن و خواستگاران دخترم را فراری می دهند. اما امیدوارم روزی به جشن عروسی و خوشبختی دخترم بنشینم.